بانک جهانی در گزارشی از پسرفت تاریخی توسعه به ویژه در 75 کشور که فقیرترین کشورها محسوب می‌شوند خبر داد. در ادامه همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم آن را می‌بینیم. بر اساس گزارش بانک جهانی، شکاف درآمدی بین نیمی از فقیرترین کشورهای جهان و ثروتمندترین اقتصادها برای اولین بار در قرن کنونی و به ویژه در 5 سال گذشته افزایش یافته است. یکی از مقام‌های ارشد بانک جهانی گفت برای اولین بار شاهد همگرایی نیستیم، بلکه ما شاهد پسرفت ساختاری بسیار جدی هستیم و به همین دلیل زنگ خطر را به صدا در می‌آوریم. وی افزود توسعه در بسیاری از کشورهای واجد شرایط دریافت وام قبل از گسترش کرونا شروع به کاهش کرده بود، اما تنها در بازه سالهای 2020 تا 2024 به 3.4% خواهد رسید که ضعیف‌ترین نرخ رشد از اوایل دهه 90 است. به گفته وی، عملیات روسیه در اوکراین، تغییرات آب و هوایی و افزایش خشونت و درگیری‌ها به طور گسترده بر چشم‌انداز این کشورها تأثیر گذاشته است. گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که 75 کشور واجد شرایط برای دریافت کمک‌های بلاعوض و وام‌های بدون بهره هستند. در ادامه این گزارش آمده است که بیش از نیمی از این کشورها در جنوب صحرای آفریقا، 14 کشور در شرق آسیا و 8 کشور در آمریکای لاتین و دریای کارائیب قرار دارند که درآمد سرانه در 31 مورد از آنها کمتر از 1315 دلار در سال است. در این گزارش کنگو، افغانستان و هایتی از جمله کشورهای در معرض خطر شدید از دست دادن 10 سال از توسعه برشمرده شدند. بانک جهانی تنها تغییرات خارق العاده و اعمال سیاست‌های متفاوت و دریافت کمک‌های بین‌المللی قابل توجه را از جمله راهکارهایی عنوان نموده که می‌تواند این خطر را از کشورهای یاد شده دور نماید.